سلام، همه چی تغییر کرده. تو بخش کامنت برام بنویسید به نظرتون چند تا المان تصویری و به صورت کلی ضبط ویدیومون تغییر کرده. از این بخش بگذریم. سلام مجدد، اهورنیازی هستم. ابتدای ماه شده و وقت راهنمای خرید گوشی در مرداد ماه. چه گوشی بخریم در چه بودجه‌ای؟ از 2 میلیون تومان تا 20 میلیون تومان بهتون همه چی رو توضیح میدم. بریم شروع بکنیم با 2 میلیون تومان. در بازه 2 میلیون تومان دو تا گزینه داریم: گالکسی A7 3 کور، ریلمی C11 که C11 بهتره به صورت کلی، ولی اگر رابطه خوب میخواین گالکسی A7 3 کور. در بازه 3 میلیون تومان سه تا گزینه داریم: ردمی 10 C، ردمی 10 A، پوکو C3 که بهترین گزینه ردمی 10 C هست. در بازه 4 تا 5 میلیون تومان گالکسی A13 A22 هواوی نووا وای 70 داریم. نووا وای 70 باتری فوق العاده 6000 میلی آمپر ساعتی داره که تو تبلیغاتش میگه 3 روز همراهیت میکنه، اما از اون طرف خدمات گوگل نداره. ولی بین A13 و A22 من A22 رو انتخاب میکنم به سبب چیپست بهترش، نمایشگر AMOLED 90 هرتزیش، اما یک سال خورده از عمرش گذشته. تو بازه 5 تا 6 میلیون تومان بین ردمی نوت 11 گالکسی A23 انتخاب بیشتر رو ردمی نوت 11. البته گالکسی A23 نسخه 4 گیگش سر مرز 6 میلیون تومنه، واسه همین من آوردمش. اگه طرفدار سامسونگی 6 میلیون 6 میلیون و 100 میتونی A23 رم 4 بخری، اما ردمی نوت 11 رم 6ش که هم نمایشگر بهتری داره انتخاب بهتری میتونه باشه تو بازه 5 تا 6 میلیون تومان. تو بازه 6 تا 7 میلیون تومان بین گالکسی A32 4G و ردمی نوت 11 S از لحاظ سخت افزاری ردمی نوت 11 S بهتره، ولی از لحاظ رابط کاربری و تجربه رابط کاربری رأی مثبت رو من میدم به سامسونگ. مابقی چیزاشون خیلی شبیه هم دیگه است. حالا انتخاب با خودتون. یک کمی سخت افزار بهتر برین سراغ شیائومی یا یک کمی رابط کاربری بهتر سامسونگ. تو بازه 7 تا 8 میلیون تومان بهترین سخت افزار ریلمی جی تی مستر داره، ولی یک سال از عمرش گذشته. از اون طرف گالکسی A33 5G رو داریم، ردمی نوت 11 پرو 4G رو داریم که سخت افزار بهتر، رابط کاربری بهتر رو میدم به سامسونگ گالکسی A33 5G. اما اگر دنبال نمایشگر فقط 120 هرتزی هستید ردمی نوت 11 پرو، اما اگر دنبال باریکترین گوشی، زیباترین گوشی و سبکترین گوشی تو بازه 7 تا 8 میلیون تومان هستید، شیائومی می 11 لایت 5G NE که یک سال و خورده از عمرش گذشته. تو بازه 8 تا 9 میلیون تومان جنگ بین پوکو X4 پرو، ردمی نوت 11 پرو پلاس و از اون طرف از برند سامسونگ گالکسی A52، گالکسی A52S. من A52S رو از همه برتر میدونم تو پردازنده نسبت به ردمی نوت 11 پرو پلاس، توی آپدیت ها، توی رابط کاربری از همه برتری داره. کمی X4 پرو پردازنده بهتری داره، کمی. اما تو بازه 9 تا 10 میلیون تومان رقابت دوباره بین گالکسی A52S، گوشی بروز امسالشون گالکسی A53، ردمی نوت 11 پرو پلاس و شیائومی 11T. ردمی نوت 11 پرو پلاس محصول امسال شیائومی 11T کمی قدیمی تره. بین اینها یک کمی انتخاب سخته و شبیه به همون بازه 8 تا 9 میلیون تومانه. گوشی برتر ردمی نوت 11 پرو پلاس در رقابت با گالکسی 52S، گالکسی 53. اگر سامسونگی هستین چیپست خوب میخواین گالکسی 52S. اگر به روز بودن گوشی سامسونگتون مهمه، طراحیش کمی خوشگل‌تر باشه، گالکسی 53. به صورت کلی در سامسونگ من A52S انتخاب میکنم، در برند شیائومی ردمی نوت 11 پرو پلاس. و اما رسیده به بخش جذاب، اینجا دیگه گوشی ها خیلی هیجان انگیز میشن. شیائومی 11T پرو، شیائومی دوباره 11T، شیائومی 12X، گالکسی A73. البته S20 FE هم هست که چون خیلی قدیمیه دیگه بهش اصلا نمیپردازیم، ولی جالبه بدونید که پردازنده S20 FE دو سال پیش دقیقا برابری میکنه با شیائومی 12X امسال. ببین سامسونگ دو سال پیش چی زده بود. خلاصه داستان، به نظر من انتخاب برتر در این بازه قیمتی شیائومی 11T پرو هست. علت برتری تمامی گوشی ها در بخش کپشن نوشته شده، به سبب اینکه ویدیو طولانی نشه به اونش نپرداختیم. این وسط آنر 5 هم هست که بازم اصلا حرفی برای گفتن نداره. لابلای تمام راهنمایی اینم بگم که همه این گوشی ها و کلی گوشی های دیگر میتونید با ارسال رایگان از دیجیکالا خریداری کنید. به علاوه اگر یکم تا دهم هر ماه از دیجیکالا موبایل بخرید، علاوه بر ارسال رایگان و تخفیف،
شانس برنده شدن یکی از 10 کارت هدیه 10 میلیون تومانی رو در کمپین سورپرایز دیجیکالا دارین. یعنی اینی که ممکنه جعبه گوشی رو باز بکنی توش یه کارتی باشه که ارزش خرید 10 میلیونی داره. رسیدیم به بازه 15 تا 20 میلیون تومان. گوشی گیمینگ میخوای؟ پوکو F4 GT. گوشی پرچمدار شیائومی میخوای دستت باشه؟ شیائومی 12. گوشی پرچمدار فن ادیشن سامسونگ میخوای دستت باشه؟ گلکسی S21 FE انتخاب مناسبیه. اما از اون طرف دو سه مدل گوشی عجیب غریب هم هست، مثلا ردمی K50 گیمینگ یا مثلا بلک شارک 3، که اینا چون وارد کنندش کمه، محدودن تو بازار، پشتیبانی عجیب غریب دارن، خیلی پیشنهادشون نمیدن. من اگر بخوام در بازه 15 تا 20 میلیون انتخاب کنم، بیشک میرم سراغ شیائومی 12. البته تک گزینه آیفونی آکبندمونم آیفون SE 2022 که گوشی خیلی خوبیه. شما iOS 16 رو تجربه میکنی ولی دوربین خوبی نداره، نمایشگر خوبی نداره، دوربینش خیلی میانه است. پس تنوعی که در دیگر دوربین ها هست نیست. صرفا SE 2022 رو پیشنهاد میدم به افرادی که دوست دارن iOS رو تجربه بکنن و آیفون بازن، میخوان گوشیشون رو بروز کنن، پول خیلی زیادی ندارن. خلاصه این داستان، آیفون SE 2020 باتری خیلی خوبی هم نداره، طراحیش هم قدیمیه، یه دونه دوربین هم در پشت داره. بریم سراغ جنبندی. من سعی کردم گوشی های بروز نهایتاً 2021 نهایتاً با اندروید 11 رو بهتون پیشنهاد بدم. اگر سراغ هواوی نرفتم به خاطر اینکه جی ام اس نداره، اگر خیلی از ریلمی نگفتم به خاطر اینکه آن پشتیبانی لازم رو به صورت عمومی در سراسر ایران نداره، من رفتم سراغ محبوب ترین گوشی ها، پرفروش ترین گوشی ها، در دسترس ترین گوشی ها که با خیال راحت بخری و جواب خودش رو تو بازار پس داده باشه. تمامی نکات دلیل برتری فلان گوشی در فلان بازه قیمتی هم در بخش کپشن ها نوشته شده. مجدداً اگر از ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک بنمایید، در جریان باشید که تو بخش کامنت ها بنویسید چقدر المان های استودیو تغییر کرده. خیلی مخلصیم، ارادتمند شما، هر شبانه روز هر روز هفته اهورا نیازی.